جیم، نه جیمو سریع جیم بگو. آن میکروفون خیلی سلام، صدای من هستش؟ بله بله، وقتتون بخیر باشه. والا من میخواستم تو حرفایی که تا الان زده شد یکم نظرمو بگم. یه صحبتی یکی از دوستان توی بخش چت میکردن، میگفتن که آها، من اول از همه اگر یه صحبتی رو نظرم به خانم نیلوفر بگم. ببینید، متاسفانه تاریخ مکتوب ما طوریه که اکثرا از نگاه جامعه پدرسالارانه نوشته شده. این جامعه پدرسالار نگاه کرده که اون مرد براش چه خوب و چی بده. برای همین هم ما وقتی مثال تاریخی میاریم، طبعا به مزاج زنها خوش به طبیعی هم هستش، وگرنه فکر نمی کنم منظور بدی داشت. این یه مسئله میخواستم بگم. یه مسئله دیگه، من بارها دیدم توی روم صحبت میکنند. بفهمید اگه چیزی میخواییم. نه میگم اگه میشه کوتاه بگین که بتونیم به بقیه هم برسیم. من چشم خیلی خیلی کوتاه این نکته رو بگم. من بارها دیدم توی مثلا توی بخش چت میگن که اگر خدا نباشه چرا سرنوشت مثلا آدولف و فلان آدم خوب باید یکی باشه. یعنی اینتستر میکنن که خدا هست چون اون دنیا اینا جواب بدن. خب در نظر نمیگیرن اصلا دلیل این که اون دو، یک از دلایلی که ما خودمون رو وصل میکنیم به اون دنیا به خاطر همینه که میخوان این عقده رو خالی کنیم. پاسخش به نظر من اینه که آقا ما باید این قضیه رو تو همین دنیا حلش کنیم. یعنی باید این قضیه سیستم قضاتمون این قضیه باید دموکراسیمون بره بالا تا همینجا بتونیم پاسخ این چیزا رو بدیم، نه که وایستی معطل یه دنیایی که حالا هست یا نیست. همین. این واقعا خنده‌دارترین استدلاله. اگه شما اگر آخرت نباشه، خب مثلا این آدمای بد غیر انصافانه است که مجازات نشن. ای جدی میگی؟ کاش که همه جهان همینجوری باشه که ما دلمون میخواد. پس یعنی اگه بد میشه، اگه اینجوری که شما میگین نباشه بد میشه، پس حتما اونجوری که شما میگین هست. یعنی اگه استدلال اینجوری کار میکنه، پس هر چی ما میخوایم بشه پیش فرض دارن که جهان عادلانه است. اونا آرمی خب پیش فرضش اینه که احمد عادلانه، نه جهان عادلانه نیست. اگه اینجوری خودمون عادلانش کنیم، آره میتونیم بگیم که چرا سابسکرایب، مثلا من هم میگم عادلانه نیست که مثلا کانال ما مثلا 1,000,000 سابسکرایبر نداره، پس حتما باید داشته باشه چون عادلانه نیست. این چی اصلا بچگانه ترین روش استدلاله. یعنی اگه باید جهان خب باشه، اگه پیش فرضشون اینه که جهان باید عادلانه باشه، این پیش فرض رو باید بیان استدلال کنن که چرا باید جهان عادلانه باشه، از کجا، یعنی چه قانونیه که تو طبیعت همه چی رو عادلانه میکنه. یعنی خب بعد میگن که خب بس خدا، چون خدا هست جهان باید عادلانه باشه، که خب پس نتیجه استدلالشون تو همون پیش فرضشونه. یه جوری رفع مسئولیت هم میشه دیگه. ما خودمون بده این که تلاش کنیم فضا رو یه سمت عدالت بیشتر بریم، میسپاریمش به جهان واهی. من خیلی وقتتون نمیگیرم. حالا من یه چیزی بگم آقا، فرض بکنیم که اگه خدا نباشه همه چی بد میشه، اصلا خیلی بده. به فرض کنیم که اگه خدا بود بهتر بود، فرض. خب یعنی حالا شما جیم تو داری میای میگی که خوبه که، یعنی بهتره که نیست، بدونیم که نیست، که بیام عدالت رو با خودمون بیاریم به جای اینکه متکی بشیم به خدا. حالا بیا مثلا فرض بکنیم که نه آقا خدا نیست، افتضاحه که خدا نیست، اگه خدا بود خوب بود. فرض این باعث وجود داشتن خدا نمیشه. خدا به خاطر اینکه بود، من خودم خدا باورم ها، البته دین باور اصلا نیستم، خدا باور هستم، ولی ربطی به اینجور مسائل داره که من وایسم ببینم اون دنیا حالا چه اتفاقی میفته نمیفته. من اعتقادم آفریننده داریم، همین کافی، در همین حد.